من دو هفته سعی کردم این پریزنتیشن رو put together. پریزنتیشن نزدیک 7-8 تا داستان میجر مثنوی رو من اومدم سعی کردم اینجا چیز کنم. دوست دارم سریع اگه بشه زیر زنی یک ساعت و خورده بیشتر طول نکشه که بعدش هم ما بتونیم شام بخوریم و بالاخره یه ذره حالت مهمونی داشته باشیم. طبق معمول اگه سوالی است، کامنتی چیزی هست بگین، ولی خب زیاد ما روش بحث شاید بحث و تفکر نکنیم. میخوایم سریعا رد شیم و چیز باشه. حالا به هر حال بازم it's the same format. فقط یه ذره این چیزش فرق. پس یه نقدی بر آنچه در یک سال اخیر گذشت. والا دفتر دوم اینطوری شروع میشه که مولوی میگه مدتی مثنوی تأخیر شد، مهلتی بایست تا خون شیر شد، چون ضیاءالحق حسام الدین عنان بازگردانید زوج آسمان، چون به معراج حقایق رفته بود بی بهارش غنچه ها ناگفته بود. از قرار معلوم آقا رفیقشون نبودن یه چند وقتی. مولوی هم چون رفیقش نبوده داستان نمیگفته. حالا به روایتی خانومش مریض بوده، بعد خانومشون خوب میشن یا نمیدونم، یعنی بالاخره پرسونال ایشو داشته آقای حسام. مثنوی که صیقل ارواح بود بازگشتش روز استفتاح بود. روز استفتاح هم یک روزی در بهار در حقیقت، یعنی روز استفتاح یه تاریخ به خصوصی داره. حالا اون تاریخش رو الان مد نظرم نیست، اگه کسی میدونه روز استفتاح چیه جامعه مثلا تاریخ این سودا و سود سال اندر 662 بود. سال 662 هجری هم این استفتاح و سود به وجود اومد. چشم بند آن جهان حلق و دهان، این دهان بربند تابینی عیان. از اولش تو مقدماش هم شروع میکنه راجع به اینکه این دهان رو ببندیم، یعنی اولی حرف میگه حرف نزن. پس الان دفتر اول که گفته آقا بشنو از نی چون حکایت میکند، دفتر دوم هم میگه به حواستون باشه این مفت، یعنی در جهنم از دهانه، حواستون باشه. ای دهان تو خود دهانه دوزخی، و ای جهان تو بر مثال برزخی. اینقدر دیگه با دهان این بده، میگه تو گیتوی به جهنمی. خلوت از اغیار باید نزیار. بعد صحبت از همنشینی میکنه با آدم ها. به به ماشالله. خلوت از اغیار باید نزیار، پوستین بهر دی آمد نه بها. میگه ببین با دوستات اگه واقعا آدم های همدل رو پیدا کردی باهاشون باش، با اونا یکی بشو. حواست هم باشه باید چه استفاده بکنی از اینا. عقل با عقل دیگر دوتا شود، نور افزون گشته با ره پیدا شود، نفس با نفس دیگر خندان شود، ظلمت افزون گشت ره پیدا شود. عقل و اینجا اون خرد و کمال یه انسان کامل رو میگه. میگه ببین اگه اینو دوتاشون رو پیدا کردی که it's perfect، با هم دیگه این دوتا اصلا it's fabulous. نفس با نفس دیگر خندان شود. حالا اگه دوتا نفس، یعنی دوتا نفس اماره با هم دیگه چیز بشه، تاریکی بیشتر میشه و این وسط این راه و ظلمت رو افسون میکنه و راه رو پنهون میکنه در حقیقت. یار چشم توست این مرد شکار، از خس و خاشاک او را پاس دار. هنگیم به جاروب زبان گردی مکن، چشم را از خس رهاوردی مکن. تا نپوشد روی خود را از دمت، دم فرو خوردن به باید هر دم. داره یه میگه صحبت تهذیب نفسه، از لحاظ اینکه چجوری آدم باید خودشو و نفسشو سعی کنه تزکیه و تهذیب کنه. از یه لحاظ دیگه هم باز دوباره میگه حواست باشه از سخنی که میخوای بگی تو چه موردی میخوای سخن بگی.
یه صحبتی هم راجع به این پنج حس میکنه. این پنج حس رو در طول این دفتر دوم راجع به شنیدیم. پنج حسی هست جز این پنج حس، آن چو زر سرخ و این حس ها چو مس. این حس های فیزیکی ما مثل مس میمونه، اون زره، اونی که حس ملکوتی، حس درونی، حس قلبی ماست، اونا مثل طلا میمونن. حس ابدان قوت قوت ظلمت میخورد، حس جان از آفتابی میچرد. اون حس بده از ظلمت نشأت میگیره و انرژی میگیره. اون حس قشنگ و حس خوبی که داری، که اون حسای درونیه، اینا از نور، از یه چیز ازلی ابدی، از یه چیز نامتناهی، از یه چیزی که هیچ وقت تموم نمیشه، همیشه روشنه، انرژی میگیره. تو نی باشی نه آن در ذات خیش، ای فوزون از وهم ها و از بیش بیش. از تو ای بی نقش با چندین صور، هم مشبه هم موحد خیره سر. ذات خدا رو هم تعریف میکنه. این هنوز مقدمه است، یعنی اون دو سه صفحه اول مثنوی داره پایه کل این داستان رو میذاره، راجع به خدا هم صحبت میکنه که ببین تو این نیستی و اون نیستی، همه چی هستی. ما نمیتونیم و تعریفش رو بعدن هم که ما اومدیم گفتیم که اون چیزی که در فکر نمیاد اون خدا میشه. از تمام خیال‌ها بیشتر و بیشتر هستی و این از هر چیزی که فکر بکنی که ما بهش میخوایم شبیه سازی بکنیم یا بهش میخوایم توسل بکنیم تو بالاتری. پرده‌های دیده را داروی صبر، هم بسوزد هم بسازد شرح صد. آینه دل چون شود صافی و پاک، نقش‌ها بینی برون از آب و خاک. هم ببینی نقش و هم نقاش را، فرش دولت را و هم فراش را. در جهان هر چیز چیزی جذب کرد، گرم گرمی را کشید و سرد سرد. صحبت از اینه که برید دنبال همدلا بگردید، برید دنبال اولیا بگردید. داره صحبت آدمایی رو میکنه که میتونن کمک کنن ما الیویت کنیم. We can go higher. در جهان هر چیز چیزی جذب کرد، گرم گرمی را کشید و سرد سرد. اسم باطل باطلان را میکشند، باقیان از باقیان هم سرخوشند. ناریان مر ناریان را جاذبند، نوریان مر نوریان را طالبند. آخر سر هر کسی با جنس خودش میپره. بهتره جنس خودمون رو بشناسیم، اگه قرار جنسمون رو ترانسفورم کنیم که به جنس بهتری برسیم. چون یکی از نشونه های وقت جنس خودمون آدم های دور و برمون طبق گفته ای. من معتقدم الان شما اگه شیرینی این چیزی میخواین بخورین خوابتون نره، الان قوت بگیرین یک کمی مثل اون قوه هایی که تو ایران یادتونه این هم ببخشید من میخوام اون در رو ببندم. راست میگه من در رو ببندم. عذیت میکنه صدای بدیه. ببخشید یکی از داستان‌های اول مثنوی هم راجع به اینه که التماس کردن همراه عیسی زنده کردن استخوان‌ها را. عیسی مثنوی یه حالتی میخواد بگه ببین کار خودت رو خودت بکنی، فکر خودت باش، به کسی دیگه هم کاری نداشته باش. چرا به کسی کاری نداشته باش؟ چون ما الان نمی‌دونیم، یعنی از وقتی خودمون ایوالویت نکردیم we don't know که آیا ما مرده ایم، زنده ایم، اهل نوریم، اهل ظلمتیم، جنسمون مسه، جنسمون زره. اول دفترشه یه داستان میاره. حضرت عیسی داشته با یه بابایی رد میشده، این طرف میگه ببین به من این ورد رو یاد بده که وقتی تو میخونی آدم ها استخونا زنده میشن. عیسی رو به خدا میکنه و اینو میگه. البته داستان میگفت ای همراه آن نام سنا که بدان تو مرده را زنده، آن نام سنی که بدان تو مرده را زنده کنی، مرمرا آموز تا احسان کنم استخوان ها را بدان با جان کنم. یه کاری کن با هم استخوان ها رو بتونی زنده کنی. گفت عیسی یا رب این اسرار چیست، میل این ابله در این بیگار چیست. عیسی به خدا میگه، میگه بابا این دیوونه چی میگه، چون غم خود نیست این بیمار را. چرا این خود فکر خودش نیست؟
چون غم جان نیست این مردار را، مرده خود را رها کرده است او، مرده بیگانه را جوید رفو. خودش مرده، خودشو اصلا یادش رفته دنبال یه آدم بیگانه، میگه میخوام من اونی زنده کنم. این داستانم اینجوری تموم میشه که این طرف ورد و بالاخره حضرت عیسی بهش میگه، اینم یه سری استخون میبینه، ورده رو میخونه، یه شیر میاد، شیرم برمیداره اینو همچنین پارش میکنه، که بعد عیسی با شیرم میگه چرا اینجوریش کردی؟ میگه هیچی، من اصلا قرارم این بود که وقتی به چیز بشم هر کی من رو زنده کرد من بخورمش، و همینم هم شد، این آقا من رو زنده کرد. خلاصه صحبت اینه که مرده خودمون رو ببینیم اول زنده بکنیم، فکر بقیه رو حالا برای بعد. داستان بعدش راجع به این که فکر خودمون باشیم، یه چیز دیگه هم میخواد بگه که بابا هر کاری میخوای بکنی، یه اصطلاحی میگن کس نخارد پشت من جز ناخن و انگشت من، راجع به یه صوفی حرف میزنه که این صوفی میاد و میرسه به یه رست ایریا، بیسیکلی یه جاهایی که اینا خانقاهاشون بودن و قهوه خونه، میخواسته استراحت کنه و این برنامه ها، این اولاقی که روش سوار بوده رو قرار بوده بده و اون طرف که اون استقبال داشته ازش تیک کر کنه. قبل اینکه این جریان رو ما چیز کنیم، میخوام اینو گفتم اینو این دفینیشن صوفی رو من اینجا باهاتون یه ذره کلیر بکنیم که صوفی یعنی چی. یه سری چیزا ما راجع به صوفی شنیدیم ولی we may not know exactly what it really means. ابو ریحان بیرونی یه دفنیشنی از صوفی داره و اینه که کلمه صوفی، ابو ریحان بیرونی میگه کلمه صوفی ریشه عربی نداره و از لفظ صوف است، صوفه با سین، به معنی حکمت و دانش. یه سری دیگه اومدن گفتن کلمه صوفی مشتق شده از صوفیان یا اصحاب صفه که ابوذر و بلال و سلمان و اینا بودن بالاخره، و که اینا در صف پیغمبر بودن و با پیغمبر شوناشونه می جنگیدن و همیاریش میکردن. آقای کریم زمانی میگن درست‌ترین معنی که میشه برای صوفی برگزید اینه که به معنی پشم یا پشمینه فرض کنیم، یعنی این که اون کسایی که برای تصفیه دل و تزکیه نفس حاضرن از تعلقات دنیوی بگذرن. این بهترین معنیه که میشه برای صوفی گذاشت. مولانا تو سراسر مثنوی به همین معنی صوفی رو استفاده میکنه، یعنی اگه صحبت صوفی حقیقی رو میکنه، آدمهایی هستن که دارن از تعلقات دنیوی خودشونو میبرن. حالا دفتر صوفی سواد و حرف نیست، این حرف مولوی میزنه، دفتر صوفی سواد و حرف نیست، جز دل اسپید همچون برف نیست. مقام بالایی هم دارن صوفیای، یعنی صوفیای درست، صوفی صوفی، نه اون کسی که شاید به ظاهر میتونن صوفی باشن ولی در باطن. زاد دانشمند آثار قلم، زاد صوفی چیست؟ آثار قدم. صوفی قدم بزنه، اراده کنه، نیت کنه، اثر میذاره خودش. پس صوفی، حالا بعداً هم اینجا میبینیم که یه اتفاقی که میفته با دلش خیلی کار میکنه، یعنی دل صوفی یه پهنای بزرگتری داره از اون چیزی که شاید بقیه بتونن باهاش کار کنه. اینو میشناختیم؟ خب پس حواستون رو جمع کنین. خب این آقای صوفی وقتی میره توی چیز میگه گفت خادم را که در آخر برو راست کن بهر بهیمه کاهوجو، بهش میگه برو برای این اولاغ من کاهوجو درست کن. اما آینه که بهش میگه روی گفت لاحول، این چه افسون گفتن است، از قدیم این کارها کار من است. ای بابا استغفرالله، این کارا چی به من میگی؟ من اصلا همیشه کارم اینه. گفت تر کن آن جوش را از نخست،
کان خر پیر است و دندان‌هاش سست. این دوباره نصیحت میکنه، این دندون نداره درست حسابی، جوشو بردار یه ذره خیس کن. گفت لا حول، این چه میگویی مها، از من آموزن این ترتیب ها، با من اینا رو درس میدم خودم. گفت پالانش فرونه پیش پیش، داروی منبل بنه بر پشت ریش. میگه این پالانش هم بذار زمین، پشت زخم شده، یه پانسمانش بکن، یه چیزی به مال رو زخماش که این خوب بشه. گفت لاحول آخره حکمت گذار، جنس تو مهمانم آمد صد هزار. بابا من هر روز کارم اینه. جمله راضی رفتند از پیش ما، هست مهمان جان ما و خیش ما. من اصلا مهمون اینا قوم و خیش خودم باشته رفتار میکنم. گفت آبشته و لیکن شیر گرم، گفت لاحول از تو هم بگرفت شرم. گفت اندر جو تو کمتر کاه کن، گفت لاحول این سخن کوتاه کن. حالا این حرف خود چه میزنه؟ اونم میگه لاحول ولا قوت الا بالله، این حرفا رو نزن. گفت جایش را برو بس سنگ و پشک، ور بود تر ریز بر وی خاک خشک. اگه جاش تره یه ذره جای چیز خوش بکن، راحت بتونه بشینه، راحت بخوابه. گفت لاحول ای پدر لاحول کن، یا با رسول اهل کمتر گستخون. اینقدر دیگه به من ایراد نگیر، اینقدر چیز نکن، من بلدم کارم و این حرف چی میزنی؟ خادم این گفت و میان را بس چست، گفت رفتم کاهوجو آرام نخست. اینو گفت و گفت من الان میرم الان کاهوجوشو اصلا درست کنم همیلان. رفت و از آخر نکرد و هیچ یاد، خواب خرگوشی بدان صوفی بدان. اینم رفت و اصلا دیگه پیداشم نمیشه. قبول؟ حالا اتفاقی که میفته، مولوی اینجا یه درس دیگه میده. اگه دقت کنی یکی حرفایی که حالا تو این مدت تو این چند ماه اخیر میزنه راجع آدم شناسی بود که میگه بشناسید محکتون رو، بدونید چیه، بتونید آدم ها رو ایوالویت کنید. اول دفتر راجع به آدم ها حرف میزنه، میگه آدمی خارند اغلب مردمان. این معنی همین معنیه که دارید میشنوید، یعنی آدم ها آدم خورن. از سلام علیکشان کم جوام، حواست باشه سلام میکنن بهت یه چیزی میخوان. خانه دیو است دلهای همه، کم پذیر از دیو مردم دمدمه. دلهای آدم ها رو نمیدونی توش چیه. حالا مولوی میگه خونه دیو دلهای آدم ها. میگه از این انقدر سعی نکن، هی ازشون دمدم چیز بخوای، چیز بپرسی، باشون مشورت کنی، چون از خونه دیو صفتی میاد بیرون. از دم دیوان که اولا هول خورد، همچو آخر در سر آید در نبود. ببخشید، همچو آخر در سر آید در نبود. میگه اگه این وسط بری با یه دیو صفت مشورت کنی، آخر سرم لاحول تحویلت میده. لاحول ولا قوت الا بالله، واسه همین تو میگه، تو هم باور میکنی، ولی بیشتر از این دیگه تحویلت نمیده، هیچی دیگه نداره. در ره اسلام و بر پول صراط، در سر آید همچون خر از خبات. صد هزار ابلیس لاحول آر بین، آدم ها ابلیس را در مار بین. حواستون باشه دوروبر ما پر ابلیسه، همشون هم این لاحول رو بلدن، یعنی حرف زبون ما رو میزنن. خب دم دهد گوید تو را ای جان دوست، تا چو قصابی کشد از دوست پوست. با تو میاد بهت میگه ای جونم عزیزم، ولی پوست تو میکنه. دم دهد تا پوستت بیرون کشد، وای او که از دشمنان افیون چشد. پوست تو میکنه، چون دیو صفته، چیز دیگه بلد نیست. سر نهد بر پای تو قصابوار، دم دهد تا خونت ریزد زارزار. خونت هم میریزه، پوست تو که میکنه هیچ، خونت هم میریزه. اینا اولای مثنویه. باید هرچه
همچو شیری صید خود را خیش کن، ترک عشوه اجنبی و خیش کن، در زمان در زمین مردمان خانه مکن، کار خود کن کار بیگانه مکن. کاری میخوای بکنی خودت بکن، دنبال چیزی میخوای بری خودت برو، چیزی رو باید تحقیق کنی خودت بکن، خودت پیدا کن، معنی رو خودت بفهم چیه، معنی رو نباید بهت بگن. تو این کلاس ما معنی رو هیچ وقت نمیگیم، معنی رو شما خودتون پیدا کنید. یکی از دلایلش اینه. یکی میگه چرا تو کانکلوژن نمیگیری؟ من نمیتونم کانکلوژن از کسی بگیرم، خودتون بگیری. You get your own definition. بعد دفینیشنتون اگه غلط بود خودتون عوضش کنید، دوباره خودتون عوضش کنید. آزادین، میتونید این کار رو بکنید، انسانی، ولی معنی مال خودتونه. معنی من نباید باشه. در زمین مردمان خانه مکن، کار خود کن کار بیگانه مکن. کین مداران ها که از کین گمرهند، گورشان پهلوی کین داران نهند. با این آدم های دیو صفت اینا مهربونی هم حالیشون نیست. کین، یکی از کینه پشتش حسده و اینا کسایی که اینا رو با خودشون کری میکنن، تو دلشون دارن. اینا هم آخر سر پهلو هم دیگه میگه میخوابوننشون، فرق نمیکنه. جان متخبات یعنی چی؟ جان در رفع اسلام و طول پلسرات در سر آید همچنان فن خر از خبات. از خبات این اخه بیخورد زمین، این چیزه. فکر میکنم تو اون راهی که داشته میرفته رو داره بهش میگه. ننشستم ننوشتم معنیش جان، توضیح دادن، من ننوشتم توضیحشو. راهی بوده که این چون اینو موقعی میگن که خره هی میخوره زمین، فردا صبح این میره خره رو برداره، یارو دوتا سوزن میزنه به خره، خره بلند میشه. همینجوری تو خبات ببخشید اشتباه، سنگلاخ میشه. این سنگلاخ آره. و دلیلش همه که هی میخره و وقت هی پاش میلرزیده، هی میخورده زمین، هی میخورده زمین. بعد آخر سر ملت میگن که این چشه و میگه هیچی، من دیشب باید اوکی میبوده. بعد اینجا میشه که میگه اگه این لاحول شب بهش بدی، امروز هم همینجوری میخوره زمین دیگه. و این برادر تو همان اندیشه ای، ما بقی تو استخوان و ریشه ای. اینجا وقت زمینه رو میذاره برای اینکه فکرمون ما چجوری داره کار میکنه. میگه همه وجود ما، همه چیزی که ما داریم فکرمونه، اندیشمونه. ما بقی تو استخوان و ریشه، بقیت چیزیه که داره تو رو کری میکنه. گر گل است اندیشه تو گلشنی، و بود خاری تو هم تو هیمه گلخنی. اگه گل فکر میکنی از جنست از گله، اگه خار فکر میکنی جنست از خاره. پس فکر رو اینجا پایش رو میذاره که سعی کنیم فکر خوب بکنیم. یه صحبت دیگه ای هم تو این داستان میکنه، این داستان طولانیه، اول مثنوی راجع به این صوفی، راجع به مقلد و محقق. مولوی زیاد با تقلید راحت نیست. He's not too comfortable with it. از محقق تا مقلد فرق هاست، کین چو داوود است آن دیگر صداست. میگه اونی که تحقیق میکنه تا اون کسی که تقلید میکنه یه عالمه با هم دیگه اینا فرق دارن. یکی مثل داوود میمونه که خوش صداست. یکی از صفات داوود صداش بوده که میرفته تو کوه و آوازی که میخونده کوه انعکاس آوازش رو چیز میکرده. میگه مثل داوود میمونه، یکی دیگه مثل صدای داووده که انعکاس داره. منبع گفتار این سوزی بود، وان مقلد کهنه آموزی بود. اونی که محقق از ته دلش حرف میزنه، یک جایی سوخته. اون یکی نه، یه مدتی شنیده، حالا هم داره میگه. این مشو قره بدان گفته حزین، بار برگاو است و برگردون هنین. برگردون هنین. میگه ببین، انقدر فکر نکن که این که به حالت روزخون رو داره میگه که این انقدر حرفش خیلی حزینه یا به نظر غمناک میاد. مثال میزنه، میگه ببین بارو داره گاوه میکشه، صدا از عرابه در میاد.
حواست باشه کی داره چی کار میکنه، کی داره صدا میکنه. هم مقلد نیست محروم از ثواب، نوحه‌گر را مزد باشد در حساب. میگه تو نگران اینا نباش که اون یارو بالاخره یه پولی هم بهش میدن آخر، اون که نوحه میخونه. کافر و مؤمن خدا گویند، لیک در میان هر دو فرقی هست. لیک آن گدا گوید خدا از بحر نان، متقی گوید خدا از عین جان. گر بدانستی گدا از گفت خیش، پیش چشم او نه کم ماندی نه بیش. یه اونی که گداست به خاطر نون میگه، اونی که اهل خداست از دلش میگه. اگه گدای خبر داشت که این خدا گفتنش چی کام میتونه بکنه، اینقدر قر نمیزد که این کمه اون زیاده. سالها گوید خدا آن نان خواه، همچو خر مصحف کشد از بحر کاه. این سالها میگه خدا نون بده، خودش هم نمیدونه چی میخواد. گر به دل برتافتی گفت لبش، ذره ذره گشته بودی غالب. اگه این فکر میکرد که میدونست واقعا دلش چی داره این میگه، لبش میگه، شاید زندگیش اینطوری نبود. نام دیوی ره برد در ساحری، تو به نام حق پشیزی میبری. یه چیزی به ماها میگه، میگه ببین وقتی میخوان جادو بکنن اسم یه دیوو میبرن، یه عجیم عجیلا ترجی میگن دیگه. میگه اینا اینو میگن، تو تا حالا تونستی از اسم خدا رو بردن چیزی ببری؟ سعی کردی اصلا؟ خب اینا هنوز اوله دفعه. تا حالا 10 تومن ما کار کرد. این 10 تومنی یادتونه؟ یادتونه سرون؟ شما دارینش؟ این ریشه این بنده خدا توش یه باقه وحش بود. استکان بنزین بهتون الان؟ ولی من هرچی گشتم پیدا نکردم چیزی. او چرا ما اینو یه عالمه حیوان این تو خیلی جالب بود. به هر حالا یه داستان دیگه هست، یه کمی میان جلو، راجع به یه پاسبونی که میاد به یه مرده میگه تو این خارا رو گذاشتی این دم، بعد اینا رو بکن برو مزاحم مردم داری میشی. اینجا صحبت اینه که حالا که اگه ما قرار آدمای اهل دل رو پیدا کنیم، بهتر دنبال اهل دل بگردیم یه جوری. حالا دلیلش رو شروع میکنه به گفتن. یه سوی حسی رو که نورش راکب است، حس را آن نور نیکو صاحب. یه دنبال این آدمایی باش که ببینی اینا متصلن، یه عده‌شون که یه نور نیکو با اینا همیشه هست، اینا تو دلشون این نور همیشه میتابه. نور حس را نور حق تزیین بود، اینا به خاطر این نوری که تو دلشون میاد، نور حسشون هم از این نور یعنی یه پرتوی میگیره. معنی نور الان نور این بود، این اصطلاح هم واسه همون اینجا معنی میکنه که نور علی نور، یعنی وقتی نور حست از نور دلت تزیین میشه. نور حسی میکشد سوی سرا، نور حقش میبرد سوی علی. اگه نور حست بالاست تو به زمین میری، اگه نور دلت بالاست میبرت به آسمون ها. این جهان چون خس به دست باد غیب، عاجزی پیشه گرفت و داد غیب. گه بلندش میکند گاهیش پست، گه درستش میکند گاهی شکست. گه یمینش میبرد گاهی یسار، گه گلستانش کند گاهیش خار. تیر پران بین و ناپیدا کمان، جانها پیدا و پنهان جان جان. داره میگه این راهی که داریم حالا میریم همچین راحت نیست. یه موقع یه هوی میفرسته دیمین، یه موقع یسار، شرق و غرب میفرسته، بالا پایینت میکنه، دست انداز داره. تازه یه هوی تیر میاد که تیره رو نمیبینی، تیر پر رو نمیبینی، ولی تیره رو میبینی داره میاد دیگه، میاد میخوره. تیر را مشکن که آن تیر شهیست، اگه تیر بهت خورد نشکونش.
قبولش کن. این از طرف یه شاهی اومده. نیست پرتابی ز شست آگهی است. همین جوری یکی ولش نکرده، یه بابایی میدونسته داره چی کار میکنه اینو فرستاده. خاطر همین میگن، اینجاست که میگن همه چی رو بپذیرین، اتفاقی که میفته بپذیرین. خشم خود بشکن، عصبانی نشو، تو مشکن تیر را، این تیر رو نشکنش، خشم تو باهاش کنار بیا، آشتی کن با این اتفاقی که افتاده. چشم خشمت خون شمارد شیر را. تو این وسط ور میدارید خون جلو چشاتو بیسیکلی میگیره اگه نتونی کنترلش بکنی، وقت نمیتونی ببینی چه اتفاقی داره برات میفته. بوسده بر تیر و پیش شاه بر، تیر خونالود از خون تو تر. این تیری که الان بهت خورده خونالودم شده، اینو تقدیم بکن دوباره به اون شاهی که میشناسیش. حالا چرا؟ میرسیم بهش. یه داستان دیگه میاد. پس گفتش که چیه؟ قبول کنید اتفاق براتون میفته، قبولش کنید. ممکنه تیر بخوره و خونین هم بشین، ولی قبولش کن. یه داستان دیگه رو وقت شروع میکنه راجبه یه بابایی به نام زنون. این آقای زنون یه عالم عارفی بوده که یهوی خودشو میزنه به دیوانگی و اینو میبرن زندانش میکنن، میبرنش تو تیمارستان بستریش میکنن. ملت شوکه میشن که بابا این آدم خیلی عالم بود، خیلی عارف بود، چرا اینجوری شد؟ خلق را تاب جنون او نبود، ولی دیوانگیش هم نمیتونستن ملت تحمل کنن، نمیفهمیدنش که بخوان تحملش کنن. بیشتر بهتون بگم دیوانگی نه اینکه یارو بشینه نمیدونم یه طبل بزنه یا چیز بکنه، در صورتی که یه داستان بعدی یارو عصبانی هم میکنه، حالا میرسیم بهش. دیوانگی یعنی با بقیه فرق داشتن. این میخواد فقط با بقیه فرق داشته باشه. خب حالا خلق را تا به جنون او نبود، آتش او ریش هاشان میرو بود. اینا نمیتونستن پرفیکت دو نیتو ساین؟ یه یو ساین. آتش او ریش هاشان میرو بود. این ریش ها محاسنی که اینا برای خودشون بلند کرده بودن، این یه حرف میزد این همه اینا به هم میریخت. اینا نمیفهمیدن چی داره میگه، ولی چون که در ریش عوام آتش فتاد، بند کردندش به زندانی نهان. وقتی دیگه دیدن این داره ریشاشون هم میسوزونه، این یعنی سمبل منم منم ها رو داره میسوزونه، اینا گفتن ما بذار زندانش کنیم که زیاد دیگه گیر نده به ما. درسته؟ دیده این شاهان ز عامه خوف جان، کینگره کورند و شاهان بینشان. اینا آدمای بینشان و بیهویتی بودن، نمیفهمیدن، حاضرم نبودن چیزی رو بفهمند. ور میدارن چیکار میکنن؟ وقتی حاضر نیستن بفهمن، یکی دیگر رو میندازن از زندان. چون که حکمن در کف رندان بود، لاجرم زنون در زندان بود. وقتی که حکومت میفته دست آدمای رند، اینجا رندار صحبت رندی نیست که حافظ داره میگه، رندان اینجا آدم های لاوبالیه، آدم های لات، آدم های بیسواد. وقتی حکومت دست اونا میفته، لاجرم زنون در زندان با، چون نمیفهمن چیه میدازن این زندان. چون قلم در دست قداری بود، بیگمان منصور برداری بود. اگرم قلم بیفته به آدمایی که بازم نمیدونن چجوری از این قلم استفاده کنن، یه کسی که به حق میرسه دارش میزنه. بیگمان منصور برداری بود. میرن دوستاش دیدن زنون، میرن ببیننش. قهقه خندید و جنبانید سر، گفت باد ریش این یاران نگر. این بنده خدا تو زندان افتاده، اینام رفتن ببیننش، هم بهش دارم میگه تو چرا اینجایی؟ اینام شروع میکنه مسخره کردن اینا رو. دوستان بین کو نشان دوستان، دوستان را رنج باشد همچو جان. میگه اینا دوست من نیستن، چون اینا اینا رنج منو نمیفهمن، اینا باید مثل جون من رنج منو بفهمن. یه نشونه دوستیه.
که گران گیرد ز رنج دوست دوست. اگه یه دوستی رنج ببره دوستش نباید که ازش کناره بگیره یا ازش ناراحت بشه. رنج مغز و دوستی آن را چو پوست. اصلا دوستی به درد موقعی میخوره که طرف توی مخبسه گیر کرده داره رنج میبره، همین جوری که باشه که هنر نکردی دوستش. نه نشان دوستی شد سرخوشی در بلا و آفت و مهنت کشی. فقط نشان دوستی این بود که همش ما خوشحال و خندان و چیز باشی. دوست هم چون زر بلا چون آتش است. میگه اگه دوست داری حواست باشه، دوستت باید جنسش زر باشه. چرا؟ چون بلا جنسش آتیشه، این دوستت باید از آتیش نترسه، باید راحت بتونه بره و بیاد این تو. زر خالص در دل آتش خوش هست. پس نه تنها ما دنبال این هستیم که خودمون جنس زر باشیم، دوستامونم و ببینیم جنس زرن یا نه. خب حالا یه ذره دیگه میریم جلو، داستان موسی و شبان میرسیم. همه هم داستان موسی و شبان رو شنیدیم. یه دو سه تا نکته خیلی همه هم میدونن بیسیکلی اینا. یکی که نفی صورتگرایی و قشریگری در اندیشه های دینی. یکی از کارهایی که مولوی توی این داستان میکنه اینه که صحبت اینه، یه جورایی میگه ببین تو نمیتونی همه چی رو توی چارچوب بذاری. It doesn't work. حرف مولوی، یکی از حرفای مهمی هم که تو دفتر دوم میزنه اینه، میگه نمیتونین شما یه دونه چارچوب برای خودتون درست کنید همه چی رو با این قالب برید جلو. It just doesn't work. شناخت هر کسی هم از حق مطابق است با شأن و مرتبه‌اش. هر کسی به اندازه خودش میفهمه. خب وحی آمد سوی موسی از خدا، بنده ما را ز ما کردی جدا، تو برای وصل کردن آمدی یا خود از بحر بریدن آمدی. من نکردم امر یا سودی کنم، ببخشید، من نکردم امر تا سودی کنم، بلکه تا بر بندگان جودی کنم. خدا میگه من این وسط دنبال این نیستم که ملت واسه من کاری بکنن. من اینجا اومدم که کمک کنم، من اینجا اومدم که اینا به خودشون کمک کنم، بخشش کار منه، نه اینکه باهاشون معامله بکنم. من نگردم پاک از تسبیحشان، پاک هم ایشان شوند و دورفشان. میگه من که نمیتونم این وسط تسبیح اینا منو که پاک نمیکنه، من پاکم. اینا واسه خودشون باید این کارو بکنن، اینا باید گوهر وجود خودشونو خودشون پیدا کنن با تسبیح من. ما زبان را ننگریم و قال را، ما درون را بنگریم و حال را. آتشی از عشق در جان برفروز، سر به سر فکر و عبارت را بسوز. اینا رو نصیحت به ما وقت میکنه. گر خطا گوید ورا خاطی مگو، و بود پرخون شهید آن را مشور. Basically it's not our place. ما نباید کسی رو جاج کنیم. من نمیتونم بگم طرف این کار رو میکنه درسته یا غلطه. من این کاره نیستم. خون شهیدان را ذئاب اولاتر است، این خطا از صد ثواب اولاتر است. ملت عشق از همه دینها جداست، عاشقان را ملت و مذهب خداست. اینم نصیحت موسی و شبان بود به ما. یه اتفاق دیگه هم که میفته، میگه که میاد و مولوی میگه که هر آیین و مذهبی که آدم خالصانه باورش کنه، درسته؟ اون میتونه به وصال حق برسونه. این حرف جای فکر داره، این حرف جای تأمل داره، راجبش خیلی سخن گفتیم، دفتر سومم راجبش باز حرف میزنه.
هیچ آدابی و ترتیبی مجوی، هر چه میخواهد دل تنگت بگو، کفر تو دین است و دینت نور جان، ایمنی و از تو جهانی در امان. تو اگه خالصانه رفتی، اولا که خودت ایمنی از همه بلاها، جهان رو هم جای ایمنی میکنی. به برکت وجود تو، این یواش یواش به انسانهای کامل حالا داره صحبت میکنه، به اولیا. ای معاف یفعل الله من یشا، بی محابا رو زبان را برگشاد. هر چی دلت میخواد بگو، ریستریکشن نداری. گفت ای موسی از آن بگذشتم. اینو شبان بهش برمیگرده میگه. داستان موسی و شبان راجب شبان نیست، راست رو بخواین راجب موسی است. موسی یاد میگیره اینجا یه چیزی، شبان بلد بوده. شبان he knew it all along. گفت ای موسی از آن بگذشتم، من کنون در خون دل آغشتم. تازیانه برزدی اسبم بگشت، گنبدی کرد و زگردون برگذشت. تو من اینجا یه تازیانه به این اسب من زدی، این اصلا با سرعت از جب خارج شد، اصلا از اون محدودهی که بود خارج شد رفت. محرم ناسوت ما لاهوت باد، آفرین بر دست و بر بازوت باد. این به لاهوتی میرسه. حال من اکنون برون از گفتن است، این چه میگویم نه احوال من است. میگه حال منم نه میفهمی نه من میتونم بگم به دیگه. داستانی که بعدن میاد راجع به حضرت رسوله که میره عیادت یکی از اصحابش. اولش میاد یه صحبت، یه نصیحتی میکنه که در عیادت رفتن کار خوبیه، برید دیدن کنید از مریض. در عیادت رفتن تو فایده است، فایده آن باز با تو عایده است. بالاخره یه چیزی هم گیرت میاد. حالا یه جورایی داره میگه ملت هم مثلا یه کمی چجوری میگن مثلا راقب باشن. فایده اول که آن شخص علیل بو که قطبی باشد و شاه جلیل. اصلا فایده اولش اینه که اومدیم اون یارو بالاخره یه آدمی باشه واسه خودش. خیلی یه کانکشنی میگیری، به قول این روزا میگن بیزنس کانکشن. کود بیه بیزنس کانکشن فور یو. و نباشد قطب یار ره بود. اومدیم و مثلا اوکی آدم مهمی نبود، بالاخره ممکنه اهل دل باشه. شاه نباشد فارس اصفه بود. اومدیم و شاه نبود ولی بالاخره یه سپاهی دستش بود. داره با مردم حرف میزنه، عامیانه داره چیز میگه، عیادت ولی خوبه. پس سله یاران ره لازم شمار، هر که باشد گه پیاده گه سوار. ور عدو باشد همین احسان نکوست، که به احسان بس عدو گشته است دوست. اگه تازه دشمنته که این احسان داری بهش میکنی کار خوبی میکنی، میتونی دشمنت هم دوست خودت بکنی با این عیادت. ور نگردد دوست، اگه دوستت هم نشد کینش کم شود، حداقل یه کمی از این کینه میره. بالاخره میخواد همه رو با هم یه جوری جوش بده، زان که احسان کینه را مرهم شد. کار خوبی براش داری میکنه. حاصل این باشد که یار جمع باش، همچو بنگر از حجر یاری تراش. چون که گنجی هست در عالم مرنج، هیچ ویران را مدان خالی ز گنج. حواست باشه basically everywhere there is an opportunity که تو میتونی یه گنجی پیدا کنی، یه چیزی پیدا کنی که بتونه روح تو ببره بالا. قصد هر درویش میکن از گزاف، چون نشان یابی به جد میکن تواف. به درویش میرسی همینجوری ازش رد نشو، بلکه این درویش کسیه که دورش بتونی تواف کنی. که یه داستانی داره راجع به بایزید که به یه درویشی میرسه، درویشه بهش میگه که میخوای بری مکه، نرو مکه، بیا دور من طواف کن، انفاقم به من بکن، من اهل خدا. چون تو را آن چشم باطن بین نبود، گنج میپندار اندر هر وجود. اگه تو چشت هنوز نمیتونه معنی‌ها رو درست ببینه، یه اسامپشن بکن، یه فرضیه بکن که تو هر وجودی یه گنجی هست. خب پس بیسیکلی
عیادت بیمار آدم داره خوبه. مثلا این خانوم هم عیادت این آقا رفته اون موقع ها. دیده بوده اینو؟ نه. انده خدا داری. خب یه صحبت دیگه وقت بعد میکنه توی همین این چیز راجب نفس. مولوی از اولش اومده گفته آقا این نفس رو من اصلا قبول ندارم، نفس بده، باید حواستون بهش باشه، میتونی بکشش، میتونی مهارش کن، هر کاری میتونی باهاش بکن، ازش پیروی نکن، هر کاری میخوای بکنی بکن، پیروی نکن. مشورت با نفس خود گر میکنی هر چه گوید کن خلاف آن دن، هر چی این گفت برعکسشو بکن. گر نماز و روزه میفرمایدت، نفس مکار است مکری زایدت. اگه گفت نماز بخون یا روزه بگیرم نکن، این داره دروغ میگه بهت، نفس اماره رو داره میگه. مشورت با نفس خیشن در فعال، هر چه گوید عکس آن باشد کمال. ما انشاءالله با آقای زاوش این برنامه نفس و روح و جان و قراره حسابی باز کنیم انشاءالله تو چند هفته آینده. بر نیابی و باوی و استیز او، رو بر یاری بگیر آمیز او. میگه با این نفس جنگم نمیتونی بکنی، فقط این که باهاش کار گوش نکن بهش، برو یکی رو پیدا کن که اون بتونه کمکت کنه. من ز مکر نفس دیدم چیزها، کو برد از سحر خود تمیزها. وعده ها بدهد تو را تازه به دست، کو هزاران بار آنها را شکست. به هدیه عالم قول و قرار میده، همش هم میشکونه. عمر گر صد سال خود مهلت دهد، اوت هر روزی بهانه نودهد. این نفس اگه 100 سالم تو عمر کنی هر روز یه بهونه واسط میاره، حواست بهش باشه. عقل خود را می نماید رنگ ها، چون پری دور است از آن فرسنگ ها. گرچه عقلت سوی بالا می پرد، مرغ تقلیدت به پستی می جهد. یه اتفاق دیگه هم که میفته اینه که اگه با نفست شروع کنی، این نفس میتونه عقلت هم بگیره تو دستش و شروع کنه کنترلت کردن. همین کارو که بکنه یواش یواش، اول اینکه بالا که نمیری هیچ، یواش یواش اهل تقلید میشی و شروع کنی پستی رفتن. علم تقلیدی و وال جان ماست، آریست و ما نشسته کان ماست. اتفاقی هم که میفته دیگه علم تحقیقی رو دنبالش نمیری، میری دنبال علم تقلیدی. این هم که مال ما نیست، آری است، یکی دیگه بهمون درس داده، از خودمون نیومده. زین خرد جاهل همی باید شدن، دست در دیوانگی باید زدن. آموز آزمودم عقل دوراندیش را، بعد از این دیوانه سازم خیش را. عقل را من آزمودم هم بسی، زین سبب جویم جنون را مقرسی. مقرس یعنی یه زمینی که توش چیز میکنه. میگه من با این عقل کاری ندارم. اگه نفس رو نتونستی زیر کنترل خودت بگیری، عقلت هم درست نمیتونه کار کنه، درست نمیتونه بهت فرمان بده، از اون ورم اجازه نمیده تو علم تحقیقی یاد بگیری، میری دنبال علم تقلیدی که به دردت نمیخوره. به حیلت در آوردن سائل آن بزرگ را که خود را دیوانه ساخته بود. برای اینکه علم تقلیدی و علم تحقیقی و راجبش صحبت بکنه، یه داستان میگه راجب یه بزرگی که خودشو مثل دیوانه ها در آورده بود، توی میدان شهر داشت بازی میکرد، یه دونه چوب گذاشته بود به میون پاش و پریتند هم میکرد که این اسب بشه، داره اسب سواری میکنه با اینو، ولی آدم فرهیخته‌ای بوده. صاحب راه است آتش پاره ایت. این تعریف اون طرفه، صاحب رأیه، کرسی استادی داره، آسمان قدر است و اختر پاره ایت. اصلا جنس آسمون هاست این طرف. فر او کروبیان را جان شده، او در این دیوانگی پنهان شده. این طرف تو دیوانگی خودشو پنهان کرده، نمیخواد کسی بفهمه این کیه. حالا میفهمین چرا. مشورت جوینده آمد پیش او،
که اب کودک شده رازی بگو. یارو دنبال این که مشورت کنه باهاش، بالاخره اینو پیداش میکنه، میگه بابا تو که مثل بچه ها خودتو کردی، حداقل یه راز به من بگو. گفت رو زین حلقه کین در باز نیست، بازگرد امروز روز راز نیست. گر مکان را ره بودی در لا مکان، همچو شیخان بودمی من در بردکان. من بردکان. میگه امروز روزش نیست که من بخوام بگم برو برگرد، ولی حواست باشه، تو فکر نکن که همین جوری میتونی به لا مکان برسی. اگه من اهلش بودم که به مردم این حرفو بزنم، من مثل شیخا، اینجا شیخا آدمای عام میمیشن، یه دکون واسه خودم باز کرده بودم، الان باید نشسته بودم بر سر دکون خودم. خب ران سوی او که هین زودتر بگو، کسب من بس توسن است و تند خوب. این یارو ولش نمی کنه، اینم میگه با که بابا پس بیا زودتر حرفتو بزن، این اسب من خیلی الان چیزه، چوب گرفته دستش، حواستون هست؟ تا لگد بر تو نکوبد زود باش، الان لگدت میزنه اسبم. از چه میپرسی؟ بیانش کن تو فاش. چی میخوای بدونی؟ بگو من الان جوابتو بدم برو. تو ورای عقل کلی در بیان، آفتابی در جنون چونی نهان. میگه بابا تو که بالاتر از عقل کلی، تو چرا الان خودتو اینجوری اومدی قایم کردی تو دیوانگی؟ گفت این اوباش رایی میزنن تا در این شهر خودم قاضی کنن. اوباش منظور دولت مردای شهرشه. میگه این اوباش نشستن با همدیگه یه مشورت کردن، اومدن میخوان منو قاضیم بکنن تو این شهر. زین ضرورت گیج و دیوانه شدم، لیک در باطن همانم که بودم. چون نمیخوام قاضی بشم، خودم رو زدم به دیوانگی، ولی خودم که میدونم خودم چیه، کاری به بقیه ندارم. عقل من گنج است و من دیوانه. میگه اون فکر، اون عقلی که من دارم اینجا، این عقل، عقل بد نیست، عقل خردشه، این یه چیزی میدونه. عقل من گنج است و من دیوانه ام، گنج اگر پیدا کنم دیوانه ام. میگه اگه من این گنجمو اینجا، گنج اگر پیدا کنم، یعنی که اگه این گنجمو نشون بدم اونجا من دیوانم، یعنی اونجا عقل ندارم. من این گنج علکی پیدا نکردم که، اگه من همینجوری حالا به همه نشون بدم اونجاست که من دیوانم، همینجوری نمیفروشمش. اوست دیوانه که دیوانه نشد، این اساس را دید و در خانه نشد. میگه دیوانه اون کسیه که از این برنامه‌ای که الان تو این شهر داره میگذره دیوانه نشه، این ظلما رو میبینه و تو خونه نمیشینه، فکر داره راجبش. نه دانش من جوهر آمد نه عرز، این بهایی نیست بهر هر غرض. میگه این یه چیزیه که من به سختی به دست آوردم، از ذات درش آوردم این دانشی که من دارم. کان قندم نیستان شکرم، همز من میروید و من میخورم. من اینجا خودم این قند و شکری که تو من هست، این حلاوتی که داره تمام وجودم رو گرفته، از خودمه، خودم دارم میخورمش، از کسی دیگه نیست. It's all mine. علم تقلیدی و تعلیمی است آن که از نفور مستمع دارد فقط. اون علمی که تقلیدی و تعلیمیه باید یه آدینسی داشته باشه، اگه آدینس داره رونق داره، اگه نداره رونق نداره. طالب علم است بهر عام و خاص، نی که تا یابد از این عالم خلاص. علم گفتاری که آن بی جان بود، عاشق روی خریداران بود. علمی که گفتاریه، علمی که تقلیدی، خریدار باید داشته باشه. گرچه باشد وقت بحث علم زفت، چون خریدارش نباشد مرد و رفت. اون موقعی که خریدار نداشته باشه دیگه بین میره. مشتری من خدای است، او مرا میکشد بالا که الله اشترم. من علمی که دارم مشتری خداست، با آدم ها این شهرم کاری ندارم، اون میکشه من رو بالا. این خریداران مفلس را بهل، چه خریداری کند یک مشت گل. به ماها میگه،
بهل یعنی ولشون کن. یه مشت گل چی میتونن از تو بخرن؟ گل مخور، گل را مخر، گل یا گل را مجو، زان که گل خار است دائم زرد رو. دنبال گل نباشی. دل بخور تا دائما باشی جوان، از تجلی چهره چون ارغوان. یا رب این بخشش نه حد کار ماست، لطف تو لطف خفی را خود سزاست. دستگیر از دست ما، ما را بخر، پرده ها بردار و پرده مان مدر. باز باز خر ما را از این نفس پلید، کاردش تا استخوان ما رسید. این حرف خودشه. ببین مولوی دردی میکشه از نفس پلید، کارد به استخون هم میگه بعضی موقعا میرسه از دستش. این دعای ما هم باید باشه. دستگیر از دست ما، ما را بخر، پرده را بردار و پرده ما مدر. باز خر ما را از این نفس پلید، کاردش تا استخوان ما رسید. حالا یه کمی دیگه میاد جلو راجع به حق و باطل، این مذهب‌های مختلف، باورهای مختلف شروع میکنه حرف زدن. همچنان که هر کسی در معرفت میکند موصوف غیبی را صفت، هر یک از ره این نشانها زنده هد، تا گمان آید که ایشان زنده هم. میگه ببین هر کسی برای معرفت یه چیزی پیدا میکنه، شروع میکنه از این معرفتش نشونه دادن به بقیه. آدم ها دنبال معرفتن، بیسیکلی ذاتن همه دنبال معرفتن. این حرفو داره میزن. این حقیقت دان، نه حقند این همه، نی به کلی گمراهانند این همه. نه همشون حق میگن، نه همشون گمراهن. زان که بی حق باطلی ناید پدید، قلب را ابله به بوی زر خرید. تا نباشد راست کی باشد دروغ، آن دروغ از راست میگیرد فروغ. بر امید راست کج را میخرند، زهر در قندی رود آنگه خورند. آن که گوید جمله حلن، ببخشید، آن که گوید جمله حقند احمقیست، وان که گوید جمله باطل او شد. نمیتونی نفیشون کنی، نمیتونی قبولشون کنی. چیکار باید بکنی؟ اونجاست که علم تحقیقی میاد، نه علم تقلیدی. دنبال حق میگردید، تحقیق کن، تقلیدش نکن. یه حرفی هم میزنه میگه ببین همه فطرتاً دنبال حق میگردن. یک نظر قانع مشو زین سقف نور، بارها بنگر ببین حلم الفتور. زان که این آب و گلی کبدان ماست، منکر و دزد زیای جان هاست. حق تعالی گرم و سرد و رنج و درد بر تر ما می نهد ای شیر من. سوال کن، تحقیق کن، نگاه کن. این بیت اول قانع مشو زین سقف نور، بارها بنگر ببین حلم الفتور، آیه قرآن. خدا میگه نگاه کن آسمونو، ببین توش میتونی نقصی پیدا کنی؟ طعنه نمیزنه خدا، میگه نگاه کن، تحقیق کن. حق تعالی گرم و سرد و رنج و درد بر تن ما مینهد ای شیر مرد. خوف و جوع و نقص اموال بدن، جمله بهر نقد جان ظاهر شدن. چون که حق و باطلی آمیختن، نقد و قلبن در هرمدان ریختن. از اون اول وقتی اینجا رو پایش رو گذاشتن، حق و باطل رو توی یه دونه ظرف همه رو با هم ریختن. پس محک میبایدش بگزیده ای، در حقایق امتحانها دیده ای. تا شود فاروق این تزویرها، تا بود دستور این تدبیرها. تا بتونی جدا کنی، محک باید داشته باشی تا بتونی اینا رو از همدیگه سپریت کنی، بتونی بفهمی زر چیه، مس چیه. بر محک زن کار خود ای مرد کار، تا نسازی مسجد اهل زرار. این داستان بعد از مسجد اهل زرار هم میاد که این وسط بغل یه حق بری تو یه چیز دیگه درست کنی، رنگ و آب همونو بهش بدی، ولی در حقیقت نیتت چیز دیگه باشه.
خودمون هم بعضی موقع تو ذهن خودمون این کارو میکنیم. خب ما دیگه یواش یواش چیز میشه. این هم یادتونه شما؟ خب میام یه ذره جلوتر، یه داستان راجع به شکایت کردن پیرمردی به طبیب از رنجوریا. یه دونه پیرمرد میره پلو یه دونه پزشک، بهش میگه کمرم درد میکنه، میگه پیر شد. پشتم درد میکنه، پیره. میگه چشم نمیبینه، پیری. دارو عصبانی میشه، میگه بابا تو چیزی اصلا بلدی؟ حالا حرف دیگه است اینجا. میگه دوزخ و جنت همه اجزای اوست، هر چه اندیشی تو او بالای اوست. اینجا معنی خدا رو صحبتش رو خیلی هم کردیم. هر چه اندیشی پذیرای فناست، آن که در اندیشه ناید آن خداست. قبول؟ ابلهان تعظیم مسجد میکنند، در خرابی اهل دل جد میکنند. آن مجاز است این حقیقت ای خران، نیست مسجد جز درون سروران. تا اینجای کار مولوی صحبت از اونایی کرد که دلشون روشنه، دلشون کانکتده، اینا تونستن، اینا یکی اینکه خودشونو به دیوانگی میزنن که ملت همینجوری پیداشون نکنن، اهل دل بیان پیداشون کنن. بعد میگه ببین میخوای دنبال مسجد بگردی، مسجد میگیم خونه خداست دیگه، میگه مسجد اون مسجده نیست، برید دلای اینا رو پیدا کنین، چون اینا دلاشون مسجده. نیست مسجد جز درون سروران، مسجدی کان اندرون اولیا سجدگاه جمله است آنجا خداست. دنبالش هم میگردید اون توه خدا. تا دل مرد خدا نامد به درد، هیچ قرنی را خدا رسوا، هیچ قرنی را خدا رسوا نکرد. همه اینایی هم که تا میشنویم، عذابایی هم که به آدم ها رسیده، به ملت رسیده، به قوم ها رسیده، چون دل اینا به درد اومده. چرا؟ چون تو دل اینا خدا جا داره، با دل اینا خدا کار میکنه. قصد جنگ انبیا میداشتن، جسم دیدند آدمی پنداشتن. متاسفانه کسایی هم که با اینا جنگ کردن فکر میکردن اینا آدم معمولی هن، به خاطر همین نتونستن پیش وقت برنده بشن. در تو هست اخلاق آن پیشینیان. پیشینیان ما کسایی هستن که با از این موقع با این اولیا جنگ کردن. میگه حواستون باشه، شما اخلاق اینا تو شماها هست. در تو هست اخلاق آن پیشینیان، چون نمیترسی که تو باشی همان. فکر کن این اخلاق تو هست، نمیترسی این یه موقع اثر رو بذاره؟ آن نشانی ها همه چون در تو هست، چون تو زیشانی کجا خواهی برست؟ اگه این نشونی هاش هم که داری که بدتره، کجا میخوای در بری؟ یه کاری بکن. یه کمی جلوتر میاد باز راجع به این که منور شدن عارفین به نور غیب چجوریه و صحبت میکن راجبش که اینا واقعا به چه صورت و به چه حالتی تونستن نور غیب رو در بیابن. یه صحبتی بعد راجب یه نکته‌ای که توی این داستان هست راجب تفکر انسانه که میگه ببین تفکر ما همه چیمونو داره شکل میده. حواسمون به فکر کردنمون باشه، چه فکری داریم میکنیم. میگه گر نبینی سیر آب از خاک ها، چیز بر وی نو به نو خاشاک ها. هست خاشاک تو صورت های فکر، نو به نو در میرسد اشکال بکر. میگه این فکر تو مثل این میمونه که هم که این فکر میکنی این خاک و خل میریزه روی این آبی که داره رد میشه. این آب بکر این روح ماست و این خاک و خلا همینجوری ما با فکرهای بد میریزیم روش. میگه روی آب جوی فکرن در روی آب جوی فکرن در روش، نیست بی خاشاک محبوب و بهش. قشها بر روی این آب روان، از ثمار باغ غیبی شد روان. میگه ببین این چیزی که هست
سرچشمه این آب از توی باغ میاد، اون باغ هم تو نمیبینی، ولی بدون تو اون باغه داره میاد، اون جاست که این خاشاکا میریزه روی این آب که تو اثرش رو وقتی میاد داری میبینی. خب حواستون باشه، روح اینجا این آبیه که داره رد میشه، فکر بعد اون خاشاکه. قشقها را مغز اندر باغ جو، زان که آب از باغ می آید به جو. آب چون انبهتر آید در گذر، زو کند قشر سوور زودتر گذر. هر چقدر تو با روحت بیشتر کار کنی، روحت روانتر باشه، سرعت این آب بیشتر باشه، زودتر این خاشاک آب بین میره. چون به غایت تیز شد این جوروان، غم نباید در زمین در ضمیر عارفان. اگه این آب خیلی سرعتش زیاد باشه، این جو انقدر روان میشه که دیگه روش خاشاکی نمیبینی. انقدر فشار آب زیاد بشه، خب همه چی سریع رد میشه. به خاطر همین غم نباید نپاید در ضمیر عارفان. تو آدمایی که اهل دلن غم ندارن. چون به غایت ممتلی بود و شتاب، پس پی ن... پس نگنجد اندرو الا که آب. این پی نیست پسه. میگه چون اینا با دلشون کار میکنن، چون انقدر داره کار میکنه این جو، انقدر داره فشار این آب روانی که داره میاد با فکرهای خوب زیاده، چیزی توش نمیتونه بمونه الا که آب. آبم که روح خودشونه، زلال و تمیز. داریم تموم میکنیم، ما یه ذره دیگه بیشتر نمون ختم کردم. گفت پیغمبر که یزدان مجید از پی هر درد درمان آفرید. میگه ناامید نباشید، هر دردی که دارین یه درمانی هم باهاش هست. چشم را ای چاره جو در لامکان، هین بله چون چشم کشته سوی جان. ببخشی کشته است بعد. میگه ببین دنبال این لامکان اونقدر بگرد انگاری که یه آدمی که جون دیگه واسهش نمونده ولی دنبال جون میگرده. ببین چشش چیجوری دنبال جون میگرده. این جهان از بی جهت پیدا شده است. حواست باشه این جهان از اولش از بی فرمی بوده، کبز بی جایی جهان را جا شده است. از لامکان اومده، این از نامحدودیت اومده اینجا. بازگرد از هست توی نیستی. این هستیه، ما باید تو نیستی باشیم، ما از جنس نیستی هستیم. بازگرد از هست توی نیستی، طالب ربی و ربانیستی. بابا جنس خودتون رو بشناسید. فطرتاً ماها خداجوییم و دنبالمونیم. کارگاه صنع حق چون نیستیست، پس برون کارگاه بی قیمتیست. تو میخوای درون اون کارگاه، تو اون کارگاه خودتو یه جور جا کنی، اگه بیرونش باشی فایده این ارزشی نداری دیگه. یاد ده ما را سخنهای دقیق، که تو را رحم آورد آن ای رفیق. حرفای خوبو یاد بگیریم، به خاطر اینکه بالاخره اینا برای ما یه رحمی میاره، یه رحمی به ما میکنه. یاد ده ما را سخنهای دقیق، که تو را رحم آورد آن ای رفیق. هم دعا از تو اجابت، هم ز تو ایمنی از تو محابت، هم ز تو گر خطا گفتیم اصلاحش تو کن. مستحی تو ای تو سلطان سخن، کیمیا داری که تبدیلش کنی. گرچه جوی خون بود نیلش کنی. این چنین میناگری ها کار توست، این چنین اکسیر ها اسرار توست. از خدا بخوایم اینا رو. دعای خیلی خوبیه، دعای خیلی خوبیه. گر خطا گفتیم اصلاحش تو کن. مستحی تو ای تو سلطان سخن، سلطان سخن خدا. دلیلی که سلطان سخنه، این حرف رو گفتم تو بایبل هم بوک آف جان راجع به سخن حرف زده.
دلیل اینکه همه چی از یه سخن به وجود میاد، از یه گفته به وجود میاد. انقدر words انقدر انرژی داره. It gets to create. کیمیا داری که تبدیلش کنی، گرچه جوی خون بود نیلش کنی. خدا میتونه جوی خون دریای نیل بکنه. این چنین میناگری ها کار توست، این چنین اکسیر ها اسرار توست. آغاز دفتر سوم که ایشالله میمونه واسه هفته بعد. ازیا الحق حسام الدین بیار سوم دفتر که سنت شد سوم. این دیگه بقیه شو ایشالله هفته دیگه. تقریباً بله. بهتون داستانشو میگم کجاست، براتون میفرستم. آره اگه شماره شما فردا میفرستم. آره براتون پیدا میکنم همین الان اگه خواستین. آره خب یه ذره دیگه بگذره، یه چند دقیقه دیگه فکر کنم شما هم حاضره و بعد دیگه حالا امتحان میگه امتحان جان ضیاء الحق رو شاگردش بوده که دوستشه، رفیقشه. چرا؟ اینم نوشته ولی رفیقشه، شاگردش. این به عنوان شاگرد نگاهش نمیکرده، این به عنوان رفیق اینو نگاه میکرده. این نگه میداره دفتر سومو تا این آقا تشریف میارن از چیز. حالا میخونیم. این بدون وجود این کاری نمیکرده. یعنی بعد از شمس دو تا رفیق داشته، یکیشون زود فوت میکنه، یکی این ضیاء الحق یا و یکی دیگه‌اش کمک کنیم جان زرکوب اونم بله مرسی اونم بوده و این با این رفیقا فقط، یعنی نمیخوام بگم خیلی رفیق باز بوده ولی خب بالاخره با دوستاش بوده و این وسط آره شاگردش نبوده. He never looks at. خیلی هم مدحشو میکنه، حتی در دفتر دوم یه جا واقعا مدح اینو از شمس شروع میکنه و به این ختمش میکنه. بله خلاصه بالاخره پشت خودتون بزنید. دفتر دوم تموم شد، ایشالله دفتر سوم ما شروع میکنیم بعد دیگه. حالا بالاخره ایشالله دفتر سوم حالا فکر میکنم این جرنیش مهمه، زمانش فکر نمی‌کنم یک سال این طول کشید ولی خلاصه کلاس انگلیسی که قرار بود هم انگلیسی من اناونسمنتش رو میدم ان شاء الله. من اونو میگم پیپر ورکش تموم بشه خیلی زحمت خواهش می‌کنم. اختیار دارید ما واسه شما جایزه تشریف بیارید ان شاء الله واسه دفتر سوم. اگه هر چی جمعمون چیزتر باشه آرگومنت ها و حرفامون قشنگ‌تر میشه. سعی می‌کنیم بیشتر هم شام بدیم. Ready? Are we ready? Okay, fantastic. اختیار دارید. نه 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 خواهش میکنم. بفرمایید.